جنه بودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکار. به میگیری برنامه را رضا میبودی هستم از تلویزیون پارس و رادیو 24 ساعته صدای ایران همزمان در سراسر جهان. میهمان برنامه امروز از راه دور آمدند آقای دکتر فرید خاوری. سلام دکتر خاوری. سلام. مرسی. خوش آمدی. لطف داری. خیلی ممنون. دیروز اومدید دیگه. بله. خیلی لطف کردن. آقای خاوری برای اینکه عملیانان عزیز در جریان فعالیت‌های شخصیتی قرار بگیرید که می‌خواد فرماندار یکی از ثروتمندترین ایالت‌های آمریکا. واقعا ثروتمند دیگه فلوریدا. چهارمین ثروتمندترین ایالت آمریکا. بله. و یکی از ایالت‌های مهم، یکی از سرزمین‌های مهم دنیا. بله. بله. یه تصویرهایی از میامی هم نشون میدید پایتخت فلوریدا رو. آقای دکتر خاوری، فلوریدا چقدر جمعیت داره جمعا؟ در حدود 18 میلیون نفر. 18 میلیون. 18 میلیون. خب میامی چقدر؟ پایتخت میامی در حدود 2.5 میلیون تا 3 میلیون. درست. آره. دیروز یکی از بحثایی که بوده همینان تشویق آقای خاوری بوده که بیان وزیر بشن. به جای انتخاب پست وزارت، پست فرمانداری، وزارت رو بگیرن که بتونن طرح‌های خودشون رو اجرا بکنن. چون طرح‌های اقتصادی داره. مهمترین شعار شما که من دارم می‌بینم جاب. اینا هم یعنی اشتغال، ایجاد کار. چقدر الان بیکاری در کالیفرنیا؟ الان در فلوریدا الان 1 میلیون نفر بیکارن در فلوریدا. به روز به روز هم داره زیادتر میشه. 300 هزار تا خونه را گرفتن جلوشو. هیچ کس متوجه نمیشه که این 300 هزار تا خونه که گرفتن در حدود 1,200,000 نفر را بی خانمان کردن. یعنی خونهشون گرفتن، هر خونه واده 4 نفر باشن، ضربه در 300 هزار بکنیم ببین چه میشه. درست. آره. و اینا ای بیکار اینه که دارن با این کار باعث میشن که بیشتر کرایم به وجود بیارن، جنایت به وجود بیارن، بیشتر خرج اجتماعی به وجود بیارن، هزینه‌ها بیشتر بشه، هزینه‌ها بیشتر چون بسی پلیس بیشتر کار به کار بندازن، پلیس انتظامی بل کاملا انتظامی، زندان، دادگاه، همه اینا فقط خرجه. درست. و هیچ نتیجه نداره. و من عقیده دارم که این خرجایی که ما خواهیم داشت این رو مصرف این مردم بکنن، مردم رو دو مرتبه در منزلشون قرار بدن، بهشون یک ذره اعتماد بدن، بهشون شخصیت بدن، حیثیت بدن، به جای اینکه بندازنشون در وسط خیابان. یعنی اگه شما جای آقای اوباما بودید، به جای اینکه اون پولا رو به بانک‌ها میدادید، میدادید به خود مردم. مردم که بمونن در اون خونه. در اون خونه بمونن. و مخصوصا اگر ارزش خونه مثلا 400 هزار دلار بود و 200 هزار دلار شده بود، اون 200 هزار تا رو میدادن به بانک ها و میگفتم اینا 200 هزار تا رو این حساب کنید و با وام بهره 2%. بله، بهره 2%. بهره 2%، چون بانک خودشون خیلی پول میسازن. منتها عیب کار بوده که ولخرجی کردن، رفتن تقریبا قماربازی کردن با پرایم ریتی که سبپرایمی که به وجود آوردن قماربازی کردن. و هرسشون زده بود و فکر میکردن این پولا رو میگیرن به کسی دیگه، این چیزا رو میفروشن به کسی دیگه میفروشن و خودشون پولدار میشن. خب این انتقاداتی که شما دارید از نحوه رفتار دولت اثرگذار بوده دیگه در بین مردم. من هر جایی که میرم مردم سخنرانی میکنم، مردم میان پیش من و میگن که ما فرماندار آینده خودمون را داریم میبینیم. عجب. ما فرماندار میدونیم برای کی رأی بدیم. ولی من کاری که من الان بایستی بکنم به مردم، به تعداد زیادی از مردم بایستی اطلاع برسونم که بدونن که من وجود دارم. و این کار را براشون میکنم. برای اینکه خوب بفهمیم که مسئله چیه و چرا این وضع بهتر نخواهد شد، باید یک چیز را متوجه بشیم. بازار مالی و فاینانشل مارکت منجمده. درست. یعنی کسی به کسی وام نمیده. چون هیچ کس آدم زیادی، مردم های زیادی کار ندارن. تو بنبست قرار گرفت. بنبست قرار گرفت. و تنها کاری که بانک ها انجام میدن اینه که از شما لیت فیز بگیرن که تأخیر و حقه چیز پولتون رو یک روز دیر بدید، کارمز این چیزا بگیرن. و این هم تا اندازه میتونن این کار کنن. 6 ماه دیگه میتونن بکنن و همه مردم دیگه دادشون به هوا میاد
و باعث میشه که دیگه پولم ندن اصلا. اون کاری که میشه کرد الان و این بازار فینانشل مارکت ها میشه از آزادش کرد، از منجبت بودن آزادش کرد و از بنبست بیرونش کشید اینه که بانک دولتی بزنیم که این بانک اصلا هزینه لازم نداره، یک شی خرج نداره و میشه بدون خرج و بدون اینکه مالیات از کسی گرفته بشه فردا ساختش و اون 2% به مردم وام 2% میگیره به 15 سال. یعنی در هر 100,000 دلاری که وام خونه ارزشش باشه وقتی که خانواده 15 سال زودتر بده در حدود 80,000 دلار صرفه جویی میکنه و وقتی که این پولا همین مقدار پولا در این بانک بگذاره برای 15 سال آینده در 6% بهره بگیره که این بانک میتونه بده، بانک دولتی میتونه بده، در حدود 180,000 دلار رو انباشته میشه. یعنی اگه خونه شما 200,000 دلار باشه در ظرف 15 ساله شما 360,000 دلار تقریبا پس انداز کردید به جای اینکه به بانک ها داده باشید. یه فیلم تهیه شده همین فرضیه ایشون رو با دقت بررسی کردن و خب معلوم شده که واقعا هم درسته. یعنی اگر این راه رو میرفتن نتایج اصلا فوق‌العاده بود، هزینه ها کاهش پیدا میکرد. ایشون طراح اقتصاد با هزینه صفره، خیلی مهمه. خب حالا قبل از اینکه حالا برم پردازی به مسائل خیلی جدی به بنده بفرمایید که اهل کجایی دکتر؟ یه بار دیگه بگید. من اهل یه هستم. اهل یه؟ آره. من همه عمرم متاسفانه بیش از 8 سال در ایران نبودم. فقط 8 سال بودی؟ 8 سال. ولی فارسی خوب صحبت بودی؟ حالا اینا دیگه. خب چی شد یه بار که 8 سالگی اومدید بیرون؟ نه من 8 سالگی بیرون نیومدم، 2 ساله بودم که رفتیم هندوستان. هندوستان کدام شهر بود؟ در نیودلهی بودم و بامبی و عجب. خب پنجگنی و از اونجا. خب بعدن برگشتیم اومدیم با سن 14 سالگی اومدم ایران و در ایران بودم. و چقدر ایران بودی؟ بعد از اون 8 سال بودم که 2 سالشم بچه بود. پدر چیکار میکردن؟ شغلشون چی بود؟ فرهنگی بودن؟ نظامی بودن؟ پدرم فرهنگی بودن، معلم بودن، بله انگلیسی درس میدادم. مادر چی؟ مادر خانواده بهترین مادری که آدم میتونست آدم تصور کنه بود. اصلا حیات دارن؟ نه متاسفانه نه. کجا فوت کرده؟ در میامی. از در فلوریدا؟ آره میامی. و چند تا خواهر برادری؟ والا ما 4 تا برادریم، 2 تاشون بزرگتری و کوچکترین فوت کردن، فقط بعد از من یکی هست که اون در آلمان. آلمان. شما هم که میدونم دوره دکترا در آلمان تمام کرد. دوره رشته اقتصاد. رشته اقتصاد. یکی از اقتصاددانهای برجسته آقای دکتر فرید خاوری هستن. خب خانم اومدن. آقای شهرتی یک لحظه خانواده رو شون میدید همه با هم اومدن. سلام بر شما. خب امیدواریم که فرست لیدی آینده. خب شانسی دارید علی‌الرسول. والا شانس من الان هر جایی که میرم مردم طرفدارم هستن.